در فیلم قبلی ما مشخصات معادله آشنا شدیم و دو مثال نمونه ساده حل کردیم. حالا در این قسمت مثال‌های سخت‌تری از معادلات مثلثاتی بررسی می‌کنیم. در معادله اول اون مثال، معادله زیرا حل کنید و جواب‌های کلی آن را به دست آورید. همچنین جواب‌های معادله را در بازه‌های مشخص شده تعیین کنید. اولین سوالمون الف، کوسینوس 2x به علاوه کوسینوس x مساوی با 0. جواباشو برام تو بازه 0 و 2 پی بیابید. چه کار میکنم؟ ببینید صورت اصلی رو نوشتم، میام اینجا کوسینوس x رو میبرم اون، هر دو هم جنسن، کوسینوس کوسینوس. میتونید اینو مجهول بگیرید، اینو معلوم بگیرید. دوباره مگه فرمولی نبود مجهول مساوی با دو کاپی به اضافه آلفا که آلفا معلومه؟ حالا اسم آلفا اینجا x. ببینید 2x به اضافه دو کاپی به اضافه x. بعدی مگه نبود دو کاپ مجهول مساوی با دو کاپی منهای آلفا؟ پس میشه 2x دو کاپی منهای x. حالا این x رو میاریم این و 2x منهای x میشه x، اینو بیاریم و میشه 3x. ببینید پس این x اومده این و شده x مساوی دو کاپی، این میشه 3x مساوی دو کاپی که برسه سادهش کنم میشه دو کاپی سوم. هر دو مجموع جواب به دست آوردیم. حالا علاوه بر اون از ما خواسته بین 0 و 2 پی جواب‌هاش هم تعیین بکنیم. ببین چگونه این کارو می‌کنیم. یه در حقیقت عبارت به این صورت می‌کشیم k x به k میتونیم z بدیم چون 0 1 2 3 و منفی هم، ولی 0 تا 2 پی مقادیر مثبت به k 0 میدیم اول میشه 0، به k 1 میدیم میشه 2 پی. خب بکا وقتی دو بدیم میشه 4 پی که تو بازه نیست، پس اینجا متوقف میشیم. برای معادله بعدی بررسیش میکنیم، دو کاپی سوم، باز دوباره اون جدول رو میکشیم، بکا 0 میدیم میشه 0، بکا 1 میدیم میشه 2 پی سوم، بکا 2 میدیم میشه 4 پی سوم، وقتی بکا 3 بدیم میشه 2 پی. دیگه 4 نمیتونیم بدیم، 8 پی سوم از 2 پی بیشتره. پس مجموع جوابم چی شد؟ 0 2 پی 3 4 پی 2 پی. قبلی هم 0 و 2 پی رو داده بود. در کل این معادله تو 0 و 2 پی 4 جواب خواهد داشت. پس معادلمون رو به صورت مجهول معلوم گرفتیم، هم جنس بودن، میتونیم کارو انجام بدیم و جوابهای کلی رو باید حفظ بشین از اون قسمت و استفاده کنیم و دادن ما مقادیر مختلف کا مسئله رو به دست بیاریم. سوال بعدی رو ببینید، ممکنه سوال اینطوری بده، کوسینوس 2x قسمت ب رو میخوام بس کنم. سوال دیگه همون صورت مسئله، کوسینوس 2x به اضافه کوسینوس x مساوی با 0 در بازه 0 و 2 پی. دوباره صورت مسئله اینجا نوشتیم، کوسینوس x رو میبریم اون، این منفی داره. چه کار کنم این منفی این ضریب نداشته باشه؟ از مطالبی که سال دوم دبیرستان خوندید میایم میگیم آقا بیام از مکمل استفاده کنیم، بنویسیم پی من آی x کوسینوس پی من آی ایکس، پی من آی ایکس نایه دومه، کوسینوس نایه دوم منفیه میشه منفی کوسینوس ایکس، پس این دوتا با هم برابرن. حالا مزیت چی شد؟ اینور مجهول اینور معلوم، اینجا منفی نداریم. میتونیم از اون قانون کمک بگیریم، بگیم مجهولمون دو ایکس دو کاپی به اضافه معلوممون یعنی آلفا پی من آی ایکس، مجهولمون دو ایکس مساوی با دو کاپی من آی معلوممون یعنی این. حالا چه اتفاقی میفته؟ این من ایکس رو میاریم و میشه 3x، پس 3x دو کاپی به اضافه پی. میایم اینجا طرفین رو برسه ساده میکنیم، دو کاپی سوم به اضافه پی سوم، نوبت به این یکی میرسه، منهای ایکس رو میبرم اون ور، منفی در منفی میشه مثبت ایکس، میبرم اون میشه ایکس، ایکس میشه دو کاپی منهای پی. اینم خودش یه مجموع جوابه که به دست آوردیم. حالا دو مجموعه جواب معادله به دست اومد، باز بعد به کا عدد z بدم جوابهای خاصم و توی یک دور کامل دایره یعنی 0 تا 2 پی به دست بیارم. ببینید اولین به کا 0 میدم، ببینید خروجیش پی 0 چون این 0 میشه قابل قبول تو بازه هستش، به کا 1 میدم میشه 2 پی 0 بذار پی 0، 3 پی 0 یعنی پی قابل قبول در بازه، به کا 2 میدم 4 پی 0 بذار پی 0 میشه 5 پی 0 قابل قبول در بازه، ولی وقتی به کا 3 میدم میشه در واقع 2 پی به اضافه پی سوم و 7 پی سوم و از 2 پی بیشتر شده و قابل قبول نیست، حذف میشه. یعنی این معادله ما فقط 3 تا تو این بازه برای این مجموع جواب خواهیم داشت. حالا مجموع جواب بعدی رو بررسی میکنم، x مساوی 2 کاپی من آی پی، دوباره اون جدول رو میکشم به کا 0 میدم میشه من آی پی قابل قبول نیست. چرا؟ چون تو بازه نیستش. بکا 1 میدم میشه اینجا 2 پی من آی پی، این اوکیه، این تو بازه است،
تو 0 و 2 پی به کار 2 میدم، 4 پی منهای پی 3 پی قابل قبول نیست و تو بازه نیست. پس این دوتا از عبارت حذف میشه چون در بازه مورد نظر نیستن و پی به کمک این مجموعه جواب فقط x مساوی با پی قابل قبول خواهد بود. خب مثال ببینید، مثال معادله زیر را حل کنید و جوابهای کلی آن را به دست آورید، همچنین جوابهای معادله را در بازه‌های مشخص شده بیابید. سینوس 3x به اضافه سینوس x مساوی با 0 در بازه 0 و 2 پی بسته بازم است. خب ببینید برای حل این معادله مطابق با مثال خیلی مثال مختلف با هم حل کردیم، باز مثال ادامه میدیم. ما کاری که واسه این انجام میدیم سینوس x رو میبریم اونور، میشه منفی سینوس x. خب این منفی قادر تو کمان سینوس وارد بشه، میتونید سینوس منفی x برای خودمون اینو مجهول بگیریم، اینو معلوم بگیریم تو عبارتامون. پس در نتیجه کاری که انجام میدیم مجهول مساوی بود با دو کاپی به اضافه آلفا یا معلوممون، دو کاپی به اضافه پی منهای آلفا خواهد بود. ببینید مجهول گذاشتم دو کاپی به اضافه آلفا یعنی منهای x، یا اینجا x رو ببرم اونور میشه 4x و این که طرفین رو بر 4 ساده کنم کاپی دوم، یه مجموع جواب به دست اومد. بعدی رو ببینید، باز دوباره 3x مساوی با دو کاپی به اضافه پی منهای آلفا که میشه منهای x یعنی به اضافه x، x رو میبرم اونور میشه 2x، بر 2 سادهش میکنم میشه کاپی به اضافه پی دوم. این هر دو مجموع جواب قابل قبول و درسته. میتونید با هم این دو تا رو با هم همپوشانی هم کنیم و به جای این دو تا یعنی کاپی بذار پی دوم که نقاط بالا و پایین دایره مثلثاتی است و اینکه 4 نقطه دایره رو تشکیل میده، ادغامش میشه همون کاپی دوم. ولی اگه اینجا هم رها کنی اشکالی نداره. یه جور دیگه میشد این مسئله رو حل کرد، از روابط تبدیل جمع به ضرب میتونید استفاده کنید و سینوس 3x به اضافه سینوس x رو تبدیل کنیم به دو تا سینوس جمع دوم، 3x به اضافه x 4x تقسیم بر 2x در کسینوس کم 2 و این کسینوس x، و چون این حاصل ضربشون صفر شده میتونه تک تک این عبارت ها صفر باشه. اینم راه مناسبی، اشکال نداره، میتونید از این راه هم برید. حالا مثال بعدی توجه فرض عذر میخوام، باید ما اینجا بررسی کنیم کدومش تو بازه 0 و 2 پی قرار گرفتن. دو تا مجموعه جواب به دست آوردیم. خب به کام میدیم عبارتمون رو 1، عبارتم میشه چی؟ پی دوم. به کام میدم 2، جوابمون به دست میاد پی. به کام میدم 3 میشه چی؟ 3 پی دوم. و به کام 4 میدم میشه 2 پی. اگه 5 بدم از این بیشتر میشه. چیزی که اینجا باز قابل قبوله چون بازه 0 هست، به کام 0 هم بدید قابل قبوله، یعنی کام مساوی با 0 0 میشه، 1 پی دوم، 2 پی، 3 پی دوم و 2 پی به عبارت 1 2 3 4 تا و خود 0 که بر روی 2 پی باز منطبقه به عنوان جوابای این خواهم بود. برای پایینی هم اگر نگاه کنید میتونیم به کام 0 بدیم، حالا تو این عبارت پی دوم، به کام 1 بدیم 3 پی دوم، ولی به کام 2 بدیم میشه 2 پی به اضافه پی دوم که از این مجموعه خارج میشه و قابل قبول نیست. اگر ببینید پی دوم تکراریه، 3 پی دوم تکراریه، واسه همین همون قبلی ها 0 پی دوم پی 3 پی دوم و 2 پی قابل قبول خواهد بود و به عنوان مجموعه جوابای تو بازمون میپذیریم. یا مثال بعدی رو نگاه کنید، معادله زیرا حل کنید و جوابهای کلی رو به دست بیارید، همچنین جوابها رو تو بازه مشخص شده تعیین کنید. سینوس x منهای کسینوس x مساوی با 1 در بازه بسته منهای پی تا پی. دوباره این دفعه قبل ما سعی میکنیم از اتحادی برای حلش کمک بگیریم. سینوس x منهای کسینوس x ما رو یاد خاطره و یه اتحادی میندازه، رادیکال 2 سینوس x منهای پی 4. خب رادیکال 2 رو به اون سمت میبریم میشه سینوس x منهای پی 4 1 بر روی رادیکال 2، گویاش میکنیم. چه سینوسی رادیکال دو دومه؟ میگه سینوس پی چهارم. حالا اینور مجهول بوده و اینور معلوممون خواهد بود، یعنی سینوس ایکس منهای پی چهارم و سینوس پی چهارم، دو دسته جواب خواهیم داشت تو مسئلمون. خب ببینید مجهول معلوم مشخص کردیم. حالا ببینید مجهولمون دو کاپی به اضافه آلفا که پی چهارمه و ایکسمون چی میشه؟ پی چهارمو میبرم اونور منفی میشه مثبت جمع میشه دو کاپی بذار پی دوم، یا در بعدی مجهولمون دو کاپی بذار پی منهای آلفا یا پی چهارمه. دوباره پی چهارم میره اونور با پی چهارم اینور ساده میشه و ایکس میشه دو کاپی به اضافه پی. من از شما خواستم مجموع جواب جوابهای خاص خودم رو تو منهای پی تا پی پیدا کنم.
میام از اولی شروع میکنم، یک دقیقه جدولی به این گونه میکشم، به که عدد صفر رو میدم، پس جواب میشه برابر با پی دوم که قابل قبول تو بازه هست، به که یک میدم میشه دو پی بذار پی دوم، یعنی پنج پی دوم از دو پی حتی پی بیشتر، پس قابل قبول نیست. پایینی رو بررسی میکنم، آن قبل از که پایینی بررسی کنم بازه اون منفی پی تا پی هم بوده دیگه، پس مقدار کار رو میتونم منفی هم بدم، میشه من های دو پی به اضافه پی دوم، من های سه پی دوم از من های پی عقبتره و قابل قبول نیست. وقتی مجموع جواب بعدی رو می‌نویسم، بکا صفر میدم جواب پی میشه قابل قبوله، بکا یک میدم دو پی به اضافه پی سه پی از پی بیشتر شد، بکا منهای یک میدم پس در نتیجه میشه منهای دو پی به اضافه پی منهای پی، اینم قابل قبوله تو بازه است. چرا منهای یک دادم؟ دلیلشو براتون مینوشتم، چون بازه از منهای پی هست یا از منهای پی شروع میشه، بکا مقادیر منفی بدید شاید قابل قبول بشه، هرچند تو بالای قابل قبول نبود ولی تو این قابل قبول بود تو مسئلهمون. یا مثال بعدی رو نگاه بفرمایید، ما مثال معادله زیرا حل کنید و جوابای کلی را به دست آورید، همچنین جوابای معادله را در بازه‌های مشخص شده بیابید. سینوس دو تتا به اضافه رادیکال دو کوسینوس تتا مساوی با صفر در بازه منهای پی تا پی بسته. خب دوباره توی مسئله ما سعی می‌کنیم از اتحاد مثلث کمک بگیریم، به جای سینوس دو تتا دو تا سینوس تتا کوسینوس تتا رو می‌نویسیم به اضافه رادیکال دو کوسینوس تتا مساوی با صفر. کمی دقت می‌کنیم می‌بینیم می‌تونیم از کوسینوس تتا فاکتور بگیریم، از کوسینوس تتا فاکتور می‌گیریم میشه دو سینوس تتا به اضافه رادیکال دو. بعد کاری که انجام میدیم، حاصل ضرب دو عبارت صفر شده، پس یا کوسینوس تتا صفره یا دو سینوس تتا به اضافه رادیکال دو صفره. من این کارو براتون انجام دادم. کوسینوس تتا وقتی صفر میشه یه مجموعه جواب داره، وقتی پایینی صفر میشه میبینید که سینوس تتا برابر با منهای رادیکال دو دوم خواهد بود. میام میگم چه سینوسی برابر با منهای رادیکال دو دومه؟ میگم سینوس منفی پی چهارم. پس مجموع جواب میخوام پیدا کنم، بریم صفحه اونور. آخرین کاری که کرده بودیم کوسینوس تتا صفر شد و آخرین مرحله این پایینی سینوس تتا برابر با سینوس منفی پی چهارم شد. میایم اینجا اینطور عنوان میکنیم، این حالت خاصه، یعنی تتا مساوی با کاپی به اضافه پی دوم تو مجموع جواب گفته بودم. حالا اینجا نگاه کنید، دو دسته جواب خواهیم داشت، تتا مساوی با دو کاپی به اضافه آلفا که میشه من آی پی چارو، دو کاپی به اضافه پی من آی آلفا بعدی بود دیگه، به اضافه پی من آی پی چار میشه مثبت پی چارم. اینو با هم جمع کنیم پنج پی چارم خواهد بود تو مجموع جوابمون. هر دو دسته جواب قابل قبول هستش با مجموع جواب بالایی، پس بگید خیلی راحت تونستیم مجموع جوابمون رو به دست بریم. ولی سه تا مجموع جواب مجبورم به کا مقادیر مختلف زد رو بدم، ببینم کدوم جوابهای دقیقش تو بازه مورد نظر خواهد بود. حالا نگاه کنید، ما باید جوابهای اینو پیدا کنیم تو منهای پی تا پی، تتا مساوی کاپی به اضافه پی دوم، دقیقا جدولمونو میکشیم، بکا صفر میدیم جواب میشه پی دوم، تو بازه هست اوکیه، بکا میدیم یک پی به اضافه پی دوم سه پی دوم، از پی بیشتر شد قابل قبول نیست، چون ما منهای پی تا پی میخواستیم میتونیم مقادیر منفی بدیم، پس یه منهای یکم میدم منهای پی به اضافه پی دوم میشه منهای پی دوم، اینم قابل قبوله تو بازه منهای پی تا پی قرار داره. اگر شما نگاه بکنید تو حالت بعدیمون، منهای دو رو میدم منهای دو پی به اضافه پی دوم میشه منهای سه پی دوم، دیگه هم منهای پی عقبتره و قابل قبول نیستش. یه مجموع جواب دیگه رو انتخاب میکنیم، دو کاپی منهای پی چارم، جدول مربوطش رو میکشیم، بکا باز مقدار صفر رو میدیم، خروجی منهای پی چارم تو باز است، بکا یک میدیم دو پی منهای پی چارم که در واقع این دیگه هفت پی چارم تو بازه نیست، قابل قبول برامون نخواهد بود. بکا چند میدیم؟ منهای یک میدیم، چون گفتیم منهای پی هم داره، منهای دو پی منهای پی چارم، منهای نو پی چارم، خب اینم باز تو بازه نیست و قابل قبول برامون نخواهد بود. مجموع جواب سوممون، دو کاپی به اضافه 5 پی 4 رو جدولش رو می‌کشیم، به کا صفر میدیم 5 پی 4 میشه 5 پی 4 از پی بیشتر قابل قبول برامون نیست، حالا به کا 1 میدیم 2 پی به اضافه 5 پی 4 دیگه قطعا قابل قبول نیست، اونم 13 پی 4 خواهد بود. مقدار منهای 1 رو میدیم منهای 2 پی به اضافه 5 پی 4 منهای 3 پی 4، این قابل قبول هست برامون تو بازه منهای پی تا پی قرار میگیره تو مسئله.